حسین. کاروان عشاق با طی کردن مسیرهای مختلف لحظه به لحظه به منزل مقصود نزدیکتر می شود. در سرتاسر این مسیر هر جا را که بنگری جلوه‌ای با شکوه است که می شود درباره‌اش ساعت‌ها سخن گفت. باب الحاجل ما يتوصل اشهد لا متخيب الظلم. خیلی از خادمین موکب خود را با تصاویری از شهدای بزرگ اسلام آذین کرده بودند. شهدا همیشه در تاریخ جاودانه بودند. اینان ادامه دهنده مسیر ابا عبدالله هستند. رفیقانی که تا آخرین لحظه عمرشان دست از راه ابا عبدالله بر نداشتند. رفیقانی تا به ابد. این عنوانی بود که امسال با اون موکبم را تزیین کردم. این شهدا فخر اسلام و مسلمین هستند. موکبداران و زائران اربعین نه تنها یاد و نام این شهدا را در پیاده روی اربعین گرامی داشتند که با نمایش گذاشتن تصاویرشان نشان دادن قدردان جانفشانی های آنها هستند. شهید قاسم سلیمان رضوان الله علیه. شهید حاج قاسم و ابو مهدی رضوان الله تعالی علیهم نه تنها که در راه امام حسین پیش رفتند و شهید شدند، بلکه با خون پاکشان کاری کردند که این مسیر امروز ادامه پیدا کند. اسم موکب را مزین به نام شهدا کردم تا من هم در مسیر آنها باشم. اگر ما افتخار خدمت به زائران حضرت حسین علیه السلام را پیدا کردیم، به برکت امنیتی است که به خون آنها حاصل شده است. شهدا علی طریق الحسین، این مفهوم را موکبداران اربعین خوب فهمیدند که چه خونها داده شده تا امنیت زوار ابا عبدالله امروز تأمین باشد و در بهترین حالت ممکن زائران از اقصی نقاط عراق خودشان را به کربلای معلا میرسانند. بیرانوند، خبرگزاری صدا و سیما، مسیر پیاده روی زائران اربعین.